فقط خبرها. مقام های چینی میگویند ویروس کرونا یک شنبه 97 نفر را کشت، بیشترین کشته در یک روز از شروع شیوع بیماری. اولین دادگاه مدیر آمد نیوز روح‌الله‌زم با 17 مورد اتهام از جمله فساد فی‌الارض و توهین به مقام ها روبروست. آمار تازه مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی کشور، اقتصاد در 9 ماه گذشته با احتساب فروش نفت 7.6% کوچکتر شده. 2-1-0 and lift off. و پرتاب کاوشگر سولار اوربیتر به امید برملا کردن اسرار خورشید. در چین با پایان تعطیلات سال نو قمری بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیر دولتی باز شدند و میلیون‌ها نفر به سر کار برگشتند. با این حال محدودیت‌های شدید رفت و آمد پابرجاست و کارخانه‌ها در شهرهای بزرگی مثل پکن و شانگهای همچنان تعطیلند. یک شنبه مرگبارترین روز برای قربانیان کرونا بود. با مرگ 97 نفر دیگر شمار کشته شده‌ها به بیش از 900 نفر رسیده. در سراسر جهان بیش از 40,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند، از جمله 8 نفر در بریتانیا. دولت کرونا رو تهدیدی جدی برای سلامت عمومی اعلام کرده تا بتونه افراد مشکوک به ابتلا رو به اجبار قرنطینه کنه. باران عباسی گزارش می‌دهد. شانگهای اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو چینی، تعطیلاتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا جدید طولانی تر از هر سال شد. در کشوری که شاهد مرگ بیش از 900 نفر و ابتلای 10,000 نفر دیگر به این بیماری بوده، انتظار می رود ظرف یک هفته ی آینده روزانه تا سقف 23 میلیون نفر با قطار جابجا شوند. اما بازگشت کارمندان به ادارات با هر سال متفاوت است. طبیعتا قطار نسبت به روزهای عادی خلوت‌تره و همه هم ماسک زدن. دمای بدن همه قبل از ورود به ایستگاه‌ها سنجیده میشه که فکر خوبیه و باعث میشه خیال آدم راحت باشه. نسبت به چند روز گذشته امروز قطار خیلی شلوغ‌تره و ترافیک هم بیشتره، اما نسبت به زمان قبل از شیوع ویروس همه جا خلوته. تا وقتی همه مواظب خودشون باشن من نگرانی ندارم. بعضی از کسب و کارها اما همچنان تعطیلند، مخصوصا در شهرهای بزرگی مثل پکن و شانگهای. در سراسر جهان بیش از 40,000 نفر مبتلا شدند، از جمله در این کشتی تفریحی که حدود یک هفته است در ساحل یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده. شمار مسافران آلوده به ویروس اینجا دو برابر شده و از 3,500 سرنشین کشتی حالا بیش از 100 نفر بیمارند. با این حال مسافران امیدوارند درهای خروج تا 9 روز دیگر به رویشان باز شود. آخرین اخباری که ما داریم اینه که قرنطینه 19 فوریه به پایان میرسه. دلیلش رو نمیدونم، اما به نظر میرسه مقام‌های سلامت ژاپن همه چیز رو تحت کنترل دارن و فعلا این تاریخ رو تعیین کردن. البته ممکنه بعداً عوض کنن، ولی آخرین اطلاعاتی که به ما دادن همینه. اینجا در بریتانیا دومین هواپیمایی که دولت برای تخلیه شهروندانش به ووهان فرستاد با حدود 200 مسافر برگشته. مسافرانی که 14 روز را در یک هتل در میلتون کینز، شهری در شمال غرب لندن، قرنطینه خواهند شد. شماره مبتلایان به کرونا جدید در بریتانیا به 8 نفر رسیده. تازه ترین مورد کسی که در فرانسه آلوده شد و حالا در این بیمارستان در شمال لندن بستری است. دولت بریتانیا کرونا را یک تهدید جدی اعلام کرده، بعد از اینکه یکی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس تهدید کرد قرنطینه را ترک کند. با این اقدام حالا دولت اختیارات بیشتری دارد و میتواند افراد را به اجبار قرنطینه کند. 2 هفته انتظار برای این مسافران و انتظاری طولانی تر برای میلیون ها نفری که در چین کار و زندگی میکنند. کشوری که به نظر می رسد تا بازگشت به روزهای پیش از کرونا فاصله زیادی دارد. باران عباسی، BBC.
به گزارش رسانه‌های ایران، اولین جلسه رسیدگی به پرونده روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، این دادگاه از ساعت 8 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. در ابتدای جلسه دادگاه متن کیفرخواست شامل 17 بند اتهامی قرار شد. تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی یکی از این اتهام است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، تعداد اتهامات خیلی زیاد هست، ما فقط یکی از اونها رو گفتیم. در این حال ویدئویی هم امروز پخش شده از تلویزیون ایران که در واقع گزارشی است علیه او. چقدر فکر میکنید که آقای زم بتونه دادگاه منصفانه ای رو حداقل براش برگزار بشه؟ ببینید، البته تعداد اتهامات بر مبنای ضرب و زور تبلیغاتی 10 مورد زیاد هست، وگرنه همین دادنامه‌ای که امروز منتشر شد و ویدیوش هم منتشر شده اتفاقا نشون میده بخش بزرگی از تبلیغاتی که تا الان در مورد روح الله زم میشد دروغه. یعنی در همین دادنامه قبلا میگفتن روح الله زم عامل موساد بوده، جاسوسی میکرده برای موساد. در همین دادنامه گفته نشده که جاسوسی برای اسرائیل، گفته شده جاسوسی برای یکی از کشورهای منطقه و سرویس اطلاعاتی فرانسه، یا گفته میشد که روح الله زم تحت آموزش آمریکاست، با CIA داره همکاری میکنه. در همین دادنامه جمهوری اسلامی که بازیان سپاه نوشتن باز گفته شده همکاری با دولت آمریکا، نتونستن چنین چیزی رو بنویسن. یا این مورد خیلی خیلی جالب تر، در حالی که تلاش میشد پرونده آقای زم یک پروژه بین المللی میلیاردی علیه ایران معرفی بشه و یک پروژه میلیاردی امنیتی، در همین دادنامه گفته میشه که آقای زم در سالهای اخیر مجموعاً 97550 یورو پول به دست آورده. نمیشن گفتن تحصیل مال نامشروع، و کسانی که پرونده ها رو داشتن میدونن که در واقع بازجو اگر شما پول پناهندگی گرفته باشن میگه مال نامشروع، اگر از یه دانشگاه پول گرفته باشه همینو میگه. یعنی در چند سال مجموعاً آقای رولایزم 97550 یورو پول در آورده، و این نباید تقسیم ضرب در 14000 تومان بکنم بگم مثلا 1,400,000,000 تومان. این پول در اروپایی که یک پیتزا مثلا در فرانسه 10-12 یورو هست، در جایی که مثلا شما خیلی خیلی گران قیمته، این پول حداقل درآمد یک آدم بیکار در اتحادیه اروپا در طول این زمان هست. برای نشون میده که یک پروژه مالی جدی هم نبوده و از برعکس اون چیزی گفته میشد حتی اسپانسر مالی جدی هم نداشته. فکر میکنم ما میتونیم شبیه این پرونده رو در پرونده عبدالملک ریگی پیدا کنیم. اونجا هم 4 ماه بعد از بازداشتش، با اینکه اول تصور میشد یک پروژه بزرگ بسازن، او رو محاکمه کردن البته و بعد اعدام کردن، بعدها فرمانده سپاه گفت که در این زمینه نظام یک تدبیر سنگین اندیشیده. فکر کنم اینجا هم با این شرایط میتونیم بگیم رأس حاکمیت تصمیم گرفته پرونده روح الله زم رو برعکس تمامی اون تبلیغاتی که میکرد نهایتا مختومه بکنه. شما اشاره کردید به پرونده عبدالملک ریگی که در نهایت منجر به مرگ او شد و او اعدام شد. فکر میکنید که عاقبت مشابهی برای آقای زم باید متصور شد؟ ببینید اگر بخوام شما بر مبنای جرائم نگاه بکنید، جرائم این دو تا زمین تا آسمون فرق داره. آقای زم هیچگاه دست به اسلحه نبرده، آقای زم یک فعال، هرچند روزنامه نگار نبود، یک فعال رسانه‌ای بود، البته تند بود در حوزه براندازی، ولی کسی رو نکشته، هیچ عملیات تروری مثل جندالله یا عبدالملک دیگه انجام نداده. از منظر اتهامات که اینها اساسا زمین تا آسمون متفاوتن، منتها هر دو اینها برای حکومت مشخصا دستگاه امنیتی نظامی یک پروژه بودن. در همین ماجرای آقای زم تا الان می‌بینید مجموعه مستندهایی که تا الان 3 مستند منتشر شده، دوباره رفتن سراغ همون چهرهایی که همون میدونستیم، یعنی محمد حسین رستمی، علی غزالی داماد سابق سردار نژاد و رضا گلپور، که جرمشون این بود که فسادهای سپاه پاسداران، مشخصا بنیاد تعاون، یا مثلا کسانی مثل بابک زنجانی رو افشا کردن. چیز دیگه ای نرفتن، سخت بهش جدیدن اومدن در مورد خانم ساغر کسرایی مستند گفتن. حالا البته امروز منتظر مستند امروز پرسه در مه هستم. میخوام بگم در مجموع اینها یک پروژه امنیتی برای حکومت هست. بعید نیست حکومت در ادامه ارعاب تصمیم بگیره ضرب شست نشون بده برای آقای زم، حکم سنگینی ببره، مخصوصا اینکه در ماهای اخیر دو چهره ای که شبیه هم بودن، یعنی یکی آقای مسعود مولوی مدیر کانال جعبه سیاه و آقای روح الله زم، که هر دو افشاگر بودن، یکشون ترور شد و دومی بازداشت شد. ممنونم ازتون آقای مهدوی آزاد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی.
محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته صداهای مهیبی در منطقه سرجنگل و چاه احمد زاهدان شنیده شده که احتمالاً مربوط به انفجار ماهواره ظفر و سقوط برخی از قطعات این ماهواره بوده. این ماهواره دیروز پس از پرتاب در مرحله سوم به سرعت لازم نرسید و پروژه انتقال این ماهواره به مدار زمین با شکست مواجه شد. محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب توییترش گفته که قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضهای دهه 70 و 80 خورشیدی نقش اصلی داشته و اقدامات موثری برای کنترل ناامنی و آشوب‌ها انجام داده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صحت این توییت را تایید کرده. همزمان رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و قاسم سلیمانی در حوادث سال 78 و 88 مسئولیتی نداشته. سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران در واکنش به انتشار گواهی درگذشت بعضی از کشته‌های حادثه کرمان که در آن علت مرگ آنها واکنش حیوانی ثبت شده بود، گفته تمامی گواهی‌ها در گواهی‌های درگذشت اصلاح شده. به گفته او در تمامی گواهی‌های جدید علت مرگ ازدحام جمعیت و واکنش غیر عمد انسانی عنوان شده. بیش از 80 نفر در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. سپیده قلیان فعال مدنی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته در دو پرونده به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده. خانم قلیان گفته با قرار کفالت 180 میلیونی فعلا آزاد شده. خانم قلیان اوایل دی ماه گفته بود آمان سادات ذبیح‌پور گزارشگر صدا و سیما در زمان حبس او در اتاق بازجویی حضور داشته تا متنی را که از قبل آماده کرده بود برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار زندانیان قرار دهد. ترکیه اعلام کرده که 5 نفر از نظامیانش در حمله ارتش سوریه کشته شدند. بنابر اعلامیه وزارت دفاع ترکیه این حمله در استان ادلب در شمال سوریه رخ داده و ارتش ترکیه به آن پاسخ داده. هفته گذشته هم 7 نظامی ترکیه در حمله ارتش سوریه جان باختند. ارتش سوریه در حال پیشروی در استان ادلب است و سازمان ملل امروز اعلام کرد که این پیشروی 689 هزار نفر را آواره کرده. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. تمام. ارتش سوریه به پیشروی در استان ادلب ادامه می‌دهد. همزمان موج آوارگان است که به سوی شمال سرازیرند. به سوی ترکیه. جمعیت استان ادلب پیش از جنگ در سوریه 1.5 میلیون بود، اما در طول جنگ به 3 میلیون افزایش یافت. آوارگانی از جنوب به ادلب پناه بردند. بسیاری از آنها نفرات گروه های مسلح جهادی و خانواده هایشانند. به گفته رئیس جمهور ترکیه، همکنون 1 میلیون از همین آوارگان پشت مرز در انتظار ورود به کشورند. مخالفان رئیس جمهور هم نگرانند. داها اونجا سوریه دن کچپ، سواشتان کچپ، ترکیه گلنر ساده سوریه‌لیلردی. سوری‌های جنگ زده‌ای که قبلاً به ترکیه می‌آمدند، مردمان عادی بودند، مردمی که بی‌خانمان شده بودند. اما اینهایی که الان دارند از ادلب می‌آیند، دستشان به خون آلوده است. ترور ارگوتون üyeleridir bunlar dedi. اینها وابستگان گروه‌های تروریستی‌اند. اگر این 1 میلیون نفر به ترکیه بیایند، آن وقت است که فلاکت اصلی در کشور شروع می‌شود. نیروهای جهادی که ترکیه پشتیبانیشان می‌کند، همچنان مقاومت می‌کنند، اما در مقابل ارتش سوریه هم با پشتیبانی هوایی روسیه در عقب راندن آنها مصمم است. فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن محاولات الدول الداعمة للإرهاب تأكيد می‌شود که تلاش دولت‌های حامی تروریسم در جلوگیری از فروپاشی سازمان‌های تروریستی به جایی نخواهد رسید. ارتش مبارز ما به انجام وظیفه مقدس خود در پاکسازی کامل جغرافیای سوریه از تروریسم و حامیانش ادامه خواهد داد. اشاره سخنگوی ارتش سوریه به دولت‌های حامی تروریسم معنایش ترکیه است. اما ترکیه همین دیشب نیروی زرهی بیشتری برای پشتیبانی نیروهای سوریه زیر حمایتش به ادلب فرستاد. در داخل ترکیه هم صدای اعتراض منتقدان بلند است که چرا ارتش ترکیه خود را فدای عده‌ای جهادی خطرناک می‌کند، به ویژه که
هنوز چند روزی از کشته شدن 7 ارتشی ترکیه زیر آتش سوریه نگذشته است. مهرداد فرهمند، بی بی سی. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود گفته با احتساب فروش نفت، اقتصاد ایران در 9 ماه اول سال 98 7.6% کوچکتر شده. بر همین اساس اقتصاد ایران بدون احتساب فروش نفت تغییر نکرده. این در حالی است که وزیر اقتصاد ایران گفته بود اقتصاد غیر نفتی در 9 ماه اول امسال حدود 1% رشد داشته. پیشتر از آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی پرسیدیم. وزیر اقتصاد برای رسیدن به نتیجه دلخواه خودش از این گزارش آماری دستچین کرده اون عدد و رقم هایی رو که نیاز داشته برای اینکه تئوری او رو تثبیت بکنه و در واقع اون رو تایید بکنه. بر اساس تعریف اگر هر اقتصادی دو فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادی مثبت داشته باشه، به مفهوم این هست که از حالت رکود در آمده. آقای دشپسند آمده این نرخ رو کوچکتر کرده، یعنی نفت رو کنار گذاشته، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران رو برای دو فصل پاییز و تابستان امسال در نظر گرفته، چون نرخ رشد اقتصادی تابستان، نرخ رشد اقتصادی البته بدون نفت 0% و در پاییز 0.9% بوده. این دو رو به نشانه این گرفته که دو فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران چون مثبت بوده یا دست کم منفی نبوده، به معنی خروج از رکود هست برای اقتصاد ایران، که البته همونطور که ملاحظه می‌فرمایید هم اعداد خیلی کوچک هستش برای اینکه به این جمع‌بندی برسیم. همین که فقط تکیه به این عددهای نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای دو فصل برای چنین نتیجه گیری کافی نیست و باید عددهای دیگر رو هم در نظر بگیریم. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبر. مقام‌های چینی میگویند ویروس کرونا یک شنبه جان 97 نفر را گرفت. اولین دادگاه روح‌الله زم، مدیر آمد نیوز در ایران برگزار شد. در ادامه برنامه. Goes to Parasite. برای اولین بار در تاریخ اسکار فیلمی غیر انگلیسی زبان جایزه های اصلی را درو کرد. منیژه حکمت کارگردان در واکنش به گفته های شهاب حسینی بازیگر سینما ایران متنی را منتشر کرده با عنوان حسینی نیاموختی. خانم حکمت در این متن نوشته هنوز عمر چندانی بر شما نگذشته که نتوانید بیاموزی. آقای حسینی که مخالف تحریم جشنواره فیلم فجر است، پریشب در نشستی در همین جشنواره به مسعود کیمیایی کارگردان قیصر و داشاکل و سینمای او تاخته بود. شهاب حسینی گفته بود تقاضای مسعود کیمیایی برای خارج کردن فیلمش از جشنواره فیلم فجر در همدلی با مردم داغدار غیر منصفانه است. ساعتی پیش همکارم مریم زهدی درباره واکنش‌های تازه به حرف‌های شهاب حسینی گفت. لحنش و اون فضایی که جاری بوده در اون نشست که مختص تنها این نشست هم نبوده، واکنش‌های فراوانی داشته. خانم حکمت کارگردان فیلم‌های زیاد دیده شده سزن، جاده قدیم، زندان زنان هست که در متن مفصلی که منتشر کرده به شدت خیلی به نظر من جدی صحبت کرده بود با شهاب حسینی و بهش گفته بود که بهتر مؤدبانه‌تر با استاد سینمای ایران صحبت بکنی و اگر به زعم خودت رفتی، تجربه اندوختی، سفر کردی، بهتره که یاد بگیری که زود جوش نیای، عصبانی نشی یا با لحن بهتری صحبت بکنی، چون تاختن با آقای کیمیایی، اینها رو در اون متن نوشته، چون تاختن با آقای کیمیایی چیزیه که این روزها برعکس این که خیلی ها میگن پاداش هم داره، داره به روابط درونی خود سینما اشاره میکنه اینجا. ولی همونطور که گفتی واکنش ها محدود به این واکنش و واکنش هایی که روزهای گذشته ما در موردش صحبت کردیم نبوده. به عنوان مثال حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در هواپیمای اوکراینی از دست داده، دیشب من دیدم متنی رو شرکت. ایشون نویسنده هست، بنابراین هر چیزی که می نویسه در فیسبوکش و در اینستاگرامش به سرعت دیده میشه و بسیار تاثیرگذار می نویسه. ایشون هم به شهاب حسینی انتقاد شدید کرده بود و گفته بود که من نماینده همه این افرادی که در این هواپیما از بین رفتن نیستم، ولی من دلم نمیخواد روی فرش قرمز اون جشنواره اسم عزیزان من رو بیاری. و آخرش ته این متن گفته بود که خونت رو، نونت رو در خون ما نزن. مریم زهدی بود.
اما در مراسم اسکار دیشب در لس آنجلس فیلم انگل از کره جنوبی با بردن مهمترین جوایز تاریخ ساز شد. این فیلم روایت رابطه یک خانواده فقیر با یک خانواده ثروتمنده که وقایع غیر قابل پیش بینی بسیاری در آن رخ میده. این نخستین بار است که یک فیلم غیر انگلیسی برنده اسکار بهترین فیلم سال میشه. بهمن کرباسی همکارمون از این موفقیت برای سینمای کره جنوبی و دیگر جوایز مهم دیشب گذشت. اسکار و زرق و برق معمولش. آغاز مراسم با اجرایی که تلاشی بود برای اصلاح این تصور که اسکار هنوز هم به سینماگران غیر سفید پوست کمتر بها میدهد. امسال در میان 20 بازیگر نامزد فقط یکی سفید پوست نبود که منجر به انتقادهایی شد و شاید بر رأی اعضا هم تأثیر گذاشت. رأیی که بر اساسش فیلم کره‌ای انگل علاوه بر بهترین فیلم خارجی و فیلم نامه اصیل در رقابت با بنامترین کارگردانان آمریکا اسکار کارگردانی را هم برد. از جوانی این جمله در وجودم حک شده که آنچه که آدمی با گوشت و پوستش حس میکنه سبب بیشترین خلاقیت میشه. این جمله البته از کسی نیست جز مارتین اسکورسیزی، کارگردان بزرگ ما. آقای تارانتینو، خیلی دوست دارم. در بخش بهترین بازیگری ها همان که پیش بینی شده بود رخ داد. براد پیت به اولین اسکار بازیگریش رسید برای نقشش در فیلم روزی روزگاری در هالیوود. به خانوادم فکر میکنم که میبردنم فیلم های متنوع ببینم. به روزی که هرچی داشتم ریختم تو ماشینم اومدم لس آنجلس و کسایی که به هم اولین فرصت بازیگری رو دادن و همه آدم هایی که در این مسیر به هم کمک کردن، واقعا حکایت روزی روزگاری در هالیوود است. رنه زلوگر هم که نقش خواننده معروف جودی گارلند را بازی کرد اسکار بهترین بازیگر زن را برد. خانم گارلند، شما مسلما یکی از قهرمانان من هستید. شما امشب اینجا با ما هستید و این جایزه مسلما برای شماست. خیلی سپاسگزارم. خیلی از همه متشکرم. شب بخیر. و البته واکین فینیکس بهترین بازیگر نقش اول مرد شد برای فیلم جوکر. خاطر از یک پیش خانه ما رواج است دختر کلان شد در بخش فیلم‌های مستند اثری در مورد آموزش ورزش اسکیت به دختران افغان مجسمه طلایی را گرفت. من از 2005 در افغانستان کار می‌کردم و این نامه عاشقانه من به دختران شجاع این کشور است. در پایان مراسم هم باز این فیلم انگل بود که شگفتی آفرید. انگل اولین بار در تاریخ 92 ساله اسکار که یک فیلم غیر انگلیسی زبان برنده مهمترین جایزه شب یعنی بهترین اثر سینمایی سال شد. این واقعیت که در میان جمعیتی که امشب اینجا مراسم اسکار رو ترک کردن این دستندرکاران فیلم انگل بودن که بیشتر از هر فیلم دیگری مجسمه طلایی به خانه بردند، البته مدیون کیفیت این فیلم هست. ولی فرصتی رو هم فراهم کرد برای اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی یا همان اسکار که بر فیلم‌های بین‌المللی تأکید بکنند و بگویند صرف نظر از اینکه یک فیلم از کدام کشور با به چه زبانی باشه، اگر بر رقبای آمریکاییش برتری داشته باشه اون رو بر صد خواهند نشون و البته این ممکن است کمک بکنه که مخاطبین بین‌المللیشون رو هم افزایش بدن، به خصوص در شرایطی که مخاطبین آمریکایی افزایش چندانی پیدا نکردن و در سال‌های گذشته قدری هم کاهش داشته. بهمن کلبوسی، BBC، لس آنجلس. برای بحث بیشتر محمد عبدی اینجا با ما هست، منتقد سینما. آقای عبدی، اتفاقات جالبی دیشب افتاد. چقدر انتظار میرفت که این فیلم این جایزه رو بگیره و کمی هم راجع به کلیت اون اتفاقاتی که دیشب افتاد برام بگید؟ بله، راستش رو بخوام فکر میکنم که هیچ کس انتظار نداشت که یه همچین شبی شکل بگیره برای فیلم انگل یا حالا پارازیت که این همه جایزه رو ببره. یعنی همه انتظار داشتن که همون جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو ببره و خود حتی کارگردان هم گفت که من بعد از گرفتن این جایزه فکرم کارم تموم شده. ولی سه بار دیگه و سه تا جایزه اصلی دیگر رو این فیلم گرفت که اتفاق غریبیه. اتفاق خوب داره و بد خوبش اینه که به نظرم اعضای آکادمی بالاخره دارن توجهشون میدن به فیلمایی که غیر انگلیسی زبان هست.
هستن، برای اینکه واقعا اگر نگاه بکنید توی آمریکا و حتی تو بریتانیا نمایش فیلمایی که غیر انگلیسی زبان هستن و زیرنویسن خیلی خیلی محدود، اونقدر محدود که حتی شرم‌آوره، برخلاف پاریس که در هر سینمای کوچیکی فیلم‌های غیر انگلیسی زبان رو نشون میدن. حالا اینکه اعضای آکادمی تصمیم گرفتن به یه فیلمی که در اون ور دنیا ساخته شده به کل هیچ ربطی به صنعت سینما به هالیوود نداره جایزه بدن، این خیلی اتفاق فرخنده و به نظر من اتفاق مثبتیه که باعث میشه که به فیلم‌های خوب دیگه جای دیگه دنیا دیده بشن. اتفاق بعدش برای من شخصا این بود که جوکر نبرد، به نظرم فیلم جوکر لیاقت بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو داشت. فکر کنم بهترین بازیگر مرد رو گرفت. آقای عبدی، تم فیلم انگل خیلی تم مشخصیه، یعنی تمیه که بر اساس اون خیلی فیلم‌های زیادی در ایران هم ساخته میشه، اون تقابل فقیر و غنی. چه چیزی تو این فیلم هست که اون رو خیلی خاص میکنه؟ بله، همین نکته که اشاره کردین، این قصه خب خیلی گفته شده، یعنی در واقع به شکل‌های مختلف همین موضوع بهش پرداخته شده، اما ویژگی عجیب و جذاب فیلم انگل اینه که این رو به بهترین نحو ممکن یه قصه رو پیش میبره و پر از جزئیات شگفت‌انگیزه، یعنی راجع به اینکه چطور این طبقات با هم آمیخته میشن و این رو در واقع در لایه‌های مختلف یه خونه به عنوان نمادی از اجتماع که هر طبقهش مختص یک عده کسانی حق ندارن از اون زیرزمین مثلا بیان طبقه بالا، و این رو خیلی به طرز زیبایی جای اینها رو با هم عوض میکنه، جای این کاراکترها رو، آدمهای فقیرتر خودشون رو پولدارتر نشون میدن، میان به طبقه بالاتر، بعد دوباره مجبورن برن تو اون زیرزمین. این تقابل رو، این نکته ای که در واقع خب مسئله دنیای معاصر هم هست و هر روز میبینیم که اختلاف طبقاتی چقدر بیشتر میشه، رو به بهترین نحو ممکن با ترکیبی از کمدی و تراژدی برای ما روایت میکنه که خب خیلی دستاورد بزرگه. ممنونم آقای عبدی. من فیلمو تازه دیدم، ولی به این که طبقات مختلف اون ساختمون میتونست نشان طبقات اجتماعی هم باشه فکر کردم. خیلی زیبا گفتیم. مرسی. یک کاوشگر جدید با هدف مطالعه و تحقیق بر روی خورشید به فضا پرتاب شد. این مدارنورد خورشید به نام سولار اوربیتر حاصل مأموریت مشترک آژانس فضایی اروپا و ناسا است و قراره تحقیقات بی سابقه بر ستاره منظومه ما انجام بده، یعنی خورشید، و در فهم تاثیرات خورشید بر زمین به ما کمک کنه. خبرنگار علمی بی بی سی ربکا مورل با جزئیات بیشتر. 3 2 1 لحظه پرواز و مأموریتی که برنامه ریزیش 20 سال طول کشید. فضاپیمای سولار اوربیتر در مسیر رسیدن به خورشید است. همه چیز خوب به نظر میاد. داخلش پر از تجهیزات است و میتواند از فاصله ای نزدیکتر از هر فضاپیمای دیگری در گذشته از خورشید عکس بگیرد. البته شرایطی که در آن کار میکند بسیار حاد خواهد بود. تجهیزات داخل فضاپیما خیلی حساس هستند و نزدیک کردن اینها به خورشید خیلی خیلی سخته. واقعا خیلی اضطراب آوره که ابزار و وسایل ظریف و حساس رو بگذاری توی یک موشک و بفرستی طرف خورشید و فقط امیدوار باشی که کار کنند. نمودارهای مربوط به خورشید و طوفان‌های عظیم خورشیدی در انجمن سلطنتی اخترشناسان بریتانیا به صدها سال پیش برمیگرده. در قرن 19 وقتی این یادداشت‌ها نوشته شدند، تاثیر طوفان بر زندگی بشر بسیار کم بوده. امروز اما خرابی های زیادی به بار میارند، از اختلال در ارتباطات تا ماهواره های ناوبری و قطع برق. امید اون میره که سولار اوربیتر به بشر کمک کنه تا رفتارهای خورشید رو بهتر درک کنه و بتونه اونها رو پیش بینی کنه. سفر به خورشید آسان نخواهد بود. 2 سال طول میکشد تا سولار اوربیتر در جای مناسب مستقر شود، اما وقتی این اتفاق بیفتد اسرار خورشیدمان برملا خواهد شد. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.